و یک چیزی دیگه یکی زیاد رایج بود این بود که زمانی که اذان شب گفته میشد باید هر شاگرد روی یک بلندی بلند میشد، میتونست بام خانه باشد یا تپه باشد یا روی سنگ باشد. زمانی که از مسجد اذان گفته میشد باید هر شاگرد بلند میشد میرفت باید اذان میگفت. این یک آخون قصه میکرد، میگفت بچه عبدالله خیلی شوخ بود، گفت از قضا امیا رفته بودن مزرعه خواهن یک مرکب قرض کرده بودن سر از این مرکب امروز کار کنن و نزدیکای اذان شب قرار بوده که خرمو برای برسانه. بعد مثلا آقای افضل زمانی که از مسجد اذان میداد، افضل اگر اذان نمیگفت ما سبا مرفت پیش آخون میگفتیم که افضل دیشب اذان نداد و افضل هم خوب زدن میکرد، همه بچه ها میترسید و همه اذان میگفت. ای آخون میخواسته بره جایی که از قضا اذان شده، ای عبدالله هم ای تک وقتم تیپه بوده، عبدالله از این طرف تیپه هم میامدم، اگر عبدالله را خود شیخ میدید که اذان نمیگفت خود زدن خیلی زیاد بود دیگه. گفت تا اذان آمد اذانم تقریبا نصفه شده، آخونم در سر تیپه رسید، عبدالله هم از این طرف دبلی خر سواره دیگه، خر هم اون چرگم میده که بو را برسانه. امی کاردوش برابر شد، گفت دبلی خر استاد، گفت هیا علی السلام.